بنابراین از جمله خسارت‌های ثانویه تنش سرمازدگی بحث کاهش جذب آب در این شرایط خواهد بود که این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش نفوذپذیری ریشه‌ها در اثر تنش سرمازدگی است. عوامل مؤثر در شدت یا کاهش خسارت سرمازدگی: 1. حساسیت ذاتی گیاه. برخی گیاهان به طور ژنتیکی مقاومت بیشتری به تنش سرمازدگی در مقایسه با سایر گیاهان دارند. برخی گیاهان بسیار مقاوم حتی در دوره‌های طولانی مدت وقوع سرما نیز هیچ گونه اثر قابل مشاهده‌ای از بروز تنش در خود نشان نمی‌دهند، مگر اینکه تنش دیگری به صورت همزمان بر آنها اثر منفی بگذارد. پس از جمله عوامل مؤثر در شدت یا کاهش خسارت سرمازدگی، حساسیت ذاتی گیاه که ما میدونیم هر گیاهی بسته به گونه گیاهی خودش، بسته به خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک خودش، ممکنه که میزان تحمل متفاوتی رو نسبت به تنش سرمازدگی از خود بروز بده و در برخی گونه های بسیار مقاوم به این نوع از تنش ما در حقیقت هیچ گونه خسارتی رو از جانب این تنش نسبت به اون گیاه مشاهده نمی کنیم. گونه های مقاوم به سرما، مگر اینکه در حقیقت تنش های ثانویه‌ای بر گیاه ما تأثیر منفی بگذاره. نکته این که کلزا مقاوم به سرماست، مگر اینکه در معرض سرمازدگی های طولانی مدت و تنش همزمان آب و نور قرار بگیره. پس کلزا جزو گیاهان زراعی مقاوم به سرماست و از جمله گیاهان در حقیقت دان روغنی به حساب میاد که در کشور ما بسیار هم نیاز به کشت اونها احساس میشه. دومین عامل مؤثر در شدت خسارت سرمازدگی، تشعشع و اثرات اون بر شدت سرمازدگی است. یکی از مهمترین عوامل در شدت تنش سرمازدگی تأثیر نور بر گسترش این تنش است، زیرا کلروپلاست و اندامک های برداشت کننده نور جزو نواحی هستند که تحت تأثیر تنش سرما قرار می گیرند. نکته: در طی سرمازدگی در شرایط وجود نور، کلروفیل رنگ خود را از دست داده و تیلاکوئید ها تخریب می شوند. این در حقیقت اون بحثی است که ما در مورد تنش سانسکالد یا تنش کبابی شدن توسط خورشید به لفظ خدمتتون عرض کردم. در اون شرایط کلروفیل رنگ خودش رو از دست میده و تیلاکوئیدها تخریب میشه در طی فرایند سرمازدگی و در شرایط وجود نور خورشید. اما سومین عامل مؤثر در شدت یا کاهش خسارت سرمازدگی طول مدت سرمازدگی است. خسارت تنش سرما با گذشت زمان به تدریج توسعه مییابد. چهارمین عامل رطوبت نسبی است. رطوبت نسبی بالا میتواند به عنوان عامل محافظت کننده از کلروپلاست در برابر دماهای سرمازدگی عمل نماید. در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد که یکی از روش‌های مقابله با تنش سرمازدگی هم در حقیقت آبیاری مزارع و باغاته. به این خاطر که ما می‌خوایم میزان رطوبت نسبی رو بالا نگه داریم. هرچه این میزان بالاتر باشه، عنوان یک عامل محافظت کننده از کلروپلاست در برابر دمای سرمازدگی عمل میکنه. البته بحث آبیاری به دلیل این هست که سلولهای گیاهی آب مورد نیاز رو در دسترس داشته باشن، اما بیشتر بحث مهباشی یا بحث آبیاری بارانی هست که ما میخوایم در حقیقت رطوبت نسبی هوا رو بالاتر نگه داریم در شرایط تنش سرمازدگی و نه در شرایط تنش یخزدگی، چرا که دقیقاً در اون شرایط اثر عکس بر تنش یخزدگی خواهد داشت و میزان شدت و اثر تنش یخزدگی رو بر گیاه زراعی و باقی ما رطوبت نسبی بالاتر و یا آبیاری مزارع و باغات افزایش خواهد داد. و اما پنجمین عامل مؤثر مرحله نمووی گیاهه. مانند همه تنش ها، مرحله نمووی نیز بر میزان تأثیر تنش بر گیاه